هوشنگ حسن‌یاری تحلیلگر مسائل نظامی همراه ما هستن. خوش آمدین آقای حسن‌یاری. فکر می‌کنین صحبت‌های زلنسکی در کنگره در رابطه با استفاده روسیه از پهپادهای تولید ایران در تعرض به اوکراین چقدر حائز اهمیته و چه کلاً عواقبی می‌تونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ با درود به شما و ملت پیروز ایران، اون چی که زلنسکی به اون اشاره کرد امری است که همه میدانند. در زمانی که جمهوری اسلامی پهپادهایی رو به روسیه تحویل داد، این پهپادها به کار گرفته شدند برای از بین بردن امکانات غیر نظامی اوکراین توسط روس‌ها. همچنین سپاه پاسداران، تکنیسیان‌های سپاه در اونجا حضور دارند برای به کارگیری این تسلیحات. در نتیجه لازم هست از دید اوکراین و آمریکا که جامعه جهانی به این امر واکنش نشون بده، نه تنها محکوم بکنه بلکه تحریم‌های بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی که ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل است و همچنین روسیه که به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل خود قوانین این سازمان رو نقض میکنه اعمال بکنن. بنابراین به نظر من این چنین هست که در نهایت فشارهای بین المللی باعث خواهد شد که روسیه و جمهوری اسلامی هرچه منزوی تر بشن، حالا هم که کره شمالی به این دو کشور وصل شده و این مثلثی رو به وجود آورده. به طور قطع کره شمالی هم که سال هاست، دهه هاست که تحت تحریم های بین المللی است، اون هم در وضعیت دشوارتر قرار خواهد گرفت. به اعتبار دیگر روسیه به نقش دزدی رو بازی میکنه که مسئولیت نگهداری پول هایی رو، خزانه دولتی رو به عهده داره، در حالی که عضو دائم شورای سازمان ملل هست و در نهایت مسئول اجرایی کردن قطعنامه‌های این شوراست، خود ناقض اونهاست. بنابراین وضعیت بسیار دشواری برای روسیه در انتظاره. آقای حسن‌یاری، از گروه واگنر که خانم گرینفیلد هم بهشون اشاره کرد برای ما بیشتر بگین. این یک گروه شبه نظامی است، تعدادی مزدور هستند، چند هزار مزدور هستند که توسط یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به وجود اومدن. این گروه در سال 2014 با تعدادی کمی حدود 250 نفر شروع به کار کرد و امروز بیش از 50 هزار نیرو داره. این گروه کارهای کثیفی رو اصطلاحاً که روسیه در جنگ ها نمیخواهد به اونها متهم بشه انجام میده، به عنوان نمونه زیر پا نهادن حقوق انسان ها، کشتار انسان ها و در کشورهای بسیاری وارد شده، در جنگ های داخلی این کشورها و یا جنگ هایی که توسط نیروهای خارجی انجام شده. به عنوان نمونه در شرق اوکراین در سال 2014 و همچنین در منطقه کریمی که به اشغال روسیه در اومد، گروه واگنر بسیار فعال بوده و این فعالیت رو به هنوز هم ادامه میده و به کشورهای آفریقایی به خصوص کشونده، از جمله لیبی، موزامبیک و دیگر کشورها و به خصوص در سوریه، در منطقه خاورمیانه. همکاری نزدیکی بین گروه واگنر و سپاه پاسداران در سوریه وجود داره و انتظار میره که همکاری‌های بیشتری بین سپاه و گروه واگنر که گروه تروریستی است در ونزوئلا انجام بشه، به خاطر اینکه این گروه توانسته زمانی که اوج تظاهرات علیه دولت مادورو در ونزوئلا بوده، این گروه از این دولت، از رئیس جمهور این دولت که نزدیکی بسیاری داره با آیت الله علی خامنه ای رئیسی و دیگران، سپاه در ایران همکاری بسیار نزدیکی داره، از این فرد و گروه او حمایت میکنه. بنابراین گروه واگنر یک گروه غیر قانونی است. ظاهرا دولت روسیه همونو به عنوان یک دولت قانونی به رسمیت نمیشناسه، ولی چیزی که بسیار مهمه اینه که شخص پوتین نشان افتخار جنگی به رهبران این گروه داده، به خاطر کارهایی که در مناطق مختلف جهان به نام دولت روسیه، برای دولت روسیه انجام دادن. در نتیجه این
گروه واگنر گروهی است که به طور قطع خلاف مقررات و قوانین جنگی کار میکنه و کارهایی رو که در سوریه به عنوان نمونه انجام داده، کشتار غیر نظامیان در کشور آفریقای مرکزی به چنین کاری دست داده و در کشورهای دیگر برای پیشبرد سیاست‌های دولت روسیه و شخص پوتینه.